کل تیما رو میخوانم، هر تیم که 5 بازیکن داخل میدان حق داره. بازی تیم شریف اسپورت شروع کرد، از همین تیم آغاز میکنیم. زین الدین شریفی، نوید افغان، سید آقا سادات، روح الله تسنگ، سید فرید هاشمی، بصیر احمدزی، فرید بختیار، جواد حکیمی، جمیل نصیری، بریاله یوسفی و سید محمد هاشمی بازیکنان تیم شریف اسپورت هستند. در مجموع بازیکنان این تیم هستند که روی نیمکت هم چند تا بازیکن داره. یک فرصت برای بازیکنان وی آی پی، یک ضربه نمبر 6 به توپ زد که فرزاد محمودی بود که در نهایت توپ بیرون رفت. تیم وی آی پی هم که از تیمای خوبه این رقابت ها، چند تا بازیکن ملی پوش هم داره و کاملا وی آی پی است. سلطان نمازی، یاسین جعفری، محمد امین عزیزی، حسین خادمی، علیرضا، فرزاد محمودی، محسن رضایی، هادی جعفری، مهدی رضایی، یما نظامی، مرتضی حیدری، شعیب خلاقی و نصیر ولی در ترکیب این تیم حضور دارند. این نمبر 10شان فرزاد محمودی است، بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان هم هست. انتظار میره بازی خوب را شاهد باشیم. تیم شریفی اسپورت بیشترشان بازیکنان شاهین آسمایی هستند، بچه قدیمی فوتبال پایتخت و بازیکنان سابق تیم ملی و کلا با مشخصه فوق‌العاده زیاد به این رقابت آمدند. جمیل نصیری، زین الدین شریفی، میشناسین همگیر، سید محمد هاشمی که البته کمی وزن گرفته روی نیمکت نشسته، کلا تیم پر مهره هست و از لحاظ شاخص بعد بگیم همه دیگه با نامی بازیکن آشنا هستیم. تیم وی آی پی باز فرقش با تیم شریفی اسپورتی است که بیشتر بازیکنش فوتسالیست، یعنی از خود جنس فوتسالن و دو سه تا بازیکن ملی پوش هم داره که یکیش همین فرزاد محمودی هست. کار میکنن بازیکنان وی آی پی و به دنبال راه برای رسیدن به دروازه شریفی اسپورتن. تجربه بالای شریفی اسپورتن هم نمیتونیم دست کم بگیریم و نادیده گرفت. درست است که بیشتر بازیکنانشون فوتبالی هن، ولی خب میتونن کار سخت بکنن برای تیم وی آی پی. همین حضور شریفی اسپورت در دور دوم لیگ کابل خودش نشان میده که از جمله تیم‌های خوبه فوتسال پایتخت است. یک فرصت، یک ضربه قشنگ و میگیره دروازه‌بان نوید افغان. خیلی خوب ضربه‌اش حسین خادمی یاره نمبر 6 وی آی پی و با یک حرکت خیلی خوب و واکنش خوب دروازه‌بان تیم شریفی اسپورت، کماکان فرصت برای بازیکن وی آی پی هست. یک ضربه دیگه زده میشه که این طرف توپ اوت میره. نوید افغان هم کیپر دوم تیم شاهین آسمایی است، همین دروازه‌بان که با پرتابی دست بازی را آغاز میکنه. پاس برای زین الدین شریفی، مرد خوشنام فوتبال افغانستان که در ساحلی و فوتسال و همه جا هست. یک ضربه دیگه از نمبر 6، این بار هم ضربه حسین خادمی به بیرون میره. کپتان تیم وی آی پی نمبر 7 محسن رضایی است، ملی پوش این تیم. توپر میگیرن بازیکن شریفی اسپورت، سرعت بازی خیلی بالاست، موقعیت هست، فرصت برای بازیکن شریفی و از راه میرسه رضایی و اجازه حرکت نداد به بازیکنان شریفی اسپورت. بریاله یوسفی فرصت داشت. زینی مجددا در میانه میدان کپتان تیم شریفی اسپورت است، برادر امرالدین شریفی است و فوروارد گلزن شاهین آسمایی در فصل نهم لیگ برتر که چند پیش قهرمان شد با الیاس احمد منوچهر و جمیل نصیری و نوید افغان و چند تا بازیکن دیگه. نصیری سنه آسر ببینیم شوت قشنگی که اینجا زده شد و نوید افغان به زیبایی موفق شد دروازه نجات بده. یک بار دیگه این طرف فرزاد محمودی، یک پاس داده میشه، چرخش، موقعیت، این ضربه دیگه و این بار هم نوید افغان میگیره به توپ بسن دروازه شریفی اسپورت. بازیکنان وی آی پی 4 دانه شوت زدن تا به اینجای کار که هر 4 تار دروازه‌بان گرفته. تقابل فوتبال فوتساله، دقیقا میتونیم این چیز رو ببینیم در میدان. سید محمد هاشمی هم به زمین آمد، مدافع سابق تیم ملی و همین شاهین آسمایی که مدت زیادی از میادین دور هست دوباره برگشته و داره بازی میکنه در ترکیب شریفی اسپورت. یک فرصت داره بازیکن وی آی پی، میگیرن توپ بازیکن شریفی، یک زد حمله اگر شکل بگیره که توپ از خط نگذشت. کار دنبال میشه، جواد حکیمی کنترل کرد، هاشمی پاس داده میشه این طرف، سید آقا سادات، جمیل نصیری اشتباه میکنن، توپ بازیکن وی آی پی در اختیار میگیرن. فرزاد محمودی پا عوض میکنه با پای چپ، میتونه ضربه بزنه، کاظمی هول ضربه و گل.
گل برای بازیکن وی آی پی همکاری دو بازیکن ملی پوش موفق شدن گل بزنن به شریفی اسپورت. همکاری فرزاد محمودی و محسن رضایی به راحتی دروازه باز شد، این پاس گل داد، گل فرزاد محمودی نمبر 10 به ثمر رساند. حساب کار 1-0 میشه به سود تیم وی آی پی. شریفی هنوز نتونست موقعیت ایجاد بکنه. سید محمد هاشمی اگه اشتباه تصویر رو استر داریم تماشا میکنیم، فرصت هست داخل میدان اگر ببینیم چه اتفاقی رخ داد. صحنه گل شما دارین تماشا میکنین، جایی که محمودی حرکت کرد، یک و دو انجام شد و با این ضربه دقیق دروازه باز شد. کارنر برای بازیکنان وی آی پی، یک بار دیگه فرصت هست برای گل و حمله میگیرن بازیکنان شریفی اسپورت. لحظاتی توپر دوباره بازیکنان وی آی پی به توپ میرسن. جمیل نصیری دوباره پاس، خود جمیل، ببینید زد حمله شریفی به کجا میرسه. ضربه ای که این طرف سید آقا سادات میزنه و توپ بیرون میره. مجددا در خط دفاع بازی رو آرام میکنه تیم وی آی پی، حسین خادمی، فرزاد محمودی، دوباره خادمی، حفظ توپ در زمین خودی توسط بازیکنان وی آی پی. کاپیتان محسن رضایی، شش خادمی، دوباره کاظمی، محمودی، خادمی. در فوتسال خیلی زود بازیکن عوض میشه، جای توپ تغییر میکنه، گرفتن نام بازیکن ها کمی سخت است و اصلا نمیشه مثل فوتبال گزارش کرد. یک ضربه دیگه و حسین خادمی شوتش از بالای دروازه به بیرون میره که البته کارنر اعلام شده. داور اول غلام محمد صمدی همین چهره کارنر اعلام کرد. این نمبر 6 تیم وی آی پی هم از بازیکنان تیم ملی است، حسین خادمی. یک دیگه پاس رو به بیرون، این پاس داده میشه فرصت برای کاظمی که دروازه رو باز بکنه که بازیکنان شریفی پوشش دادن. بازم تصویر رو استر ببینیم از این نما گل زیبایی که وی آی پی زد روی همکاری تیمی. نگاه کنید دو بازیکن با تجربه ملی پوش باید این گونه همکاری کنن، از خود گذری کنن و گل حرفه‌ای به ثمر برسونن. همین رقم هم شد، در صورتی که خود محسن رضایی هم میتونست ضربه بزنه، پاس داد تا درصد اینکه گل بشه بیشتر است تا اینکه خودش شوت بزنه یا تصمیم بگیره. یک بار دیگه این طرف فرصت به قدر بازیکن وی آی پی فرزاد محمودی و این بار میگیره توپر نوید افغان. بازی را آغاز میکنه، ضربه سر از بازیکن شریفی، اشتباه میکنن، توپر از دست دادن بازیکنان شریفی اسپورت. یک بار دیگه رو عقب جمیل نصیری، بسیار بازیکن با تجربه هست، نمبر 6 فرید بختیار. کاظمی دریبل دو طرفه میزنه که به جای هم نمیرسه. سید محمد هاشمی، جمیل نصیری، تیم وی آی پی تیم جوانی است اما تیم شریف اسپورت با وجود اینکه بازیکنانش با تجربه هستن هنوز نتونستن خیلی خود در میدان پیدا بکنن، ولی خب نمیشه از تجربه بالای بازیکنان شریفی اسپورت هم بگذاریم. تکرار میکنم بیشتر بازیکنان بازیکنان تیم شاهین آسمایی هستن، فوتبالیست شهر کابل، قدیمی تیم ملی هستن. یک فرصت خوب به درکت بازیکنان شریفی اسپورت، موقع دارن برای باز کردن دروازه شماره 12 و در نهایت توپی که به بیرون میره. تصویر استر ببین، اینجا ضربه فرزاد محمودی، نوید افغان توپر در اختیار گرفت. حسین خادمی، فرزاد محمودی، ملی پوشه که در تیم ملی فوتسال هستن بعد نشان بتن خوده و در حال در این رقابت ها سرمربی تیم ملی، مسئول کمیته فوتسال،
رصد میکنن که کدام بازیکن تیم ملی افت کرده، کدامش بهتر شده، کدام بازیکن جدید پیدا میشه. بستر خوبی است برای ملی پوش شدن این رقابت ها. فرصت برای بازیکنان وی آی پی و گل. گل دوم به ثمر میرسه. خیلی راحت از خط دفاع حریف میگذرن و نمبر 12 مهدی رضایی دروازه رو باز میکنه. وی آی پی 2 شریفی اسپورت 0. تقابل فوتبال و فوتسال فعلا همون رقم که انتظار میرفت و باید باشه به صورت فوتسال داره سپری میشه. هنوز دقایق زیادی از بازی باقی مانده، 12 دقیقه باقی مانده و 8 دقیقه سپری شده. شریفی اسپورت حتی یک شوت مستقیم به سمت دروازه را نداشته. اینم اضافه بکنم دروازه‌بان تیم وی آی پی هم دروازه‌بان تیم ملی هست، یاسین جعفری هم دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان هست که در رقابت‌های آسیایی در ترکیب تیم ملی افغانستان حضور داشته. یک بار دیگه این طرف حرکت، فرزاد محمودی اسپلی دو بازی کن. سعید محمد خوب تک میکنه، اجازه نمیده. حال ضربه بعدی و توپی که در اختیار یاسین جعفری قرار میگیره. بازیکنان وی آی پی فرزاد محمودی جایگیری خوبی در میدان دارن، میفهمن که کجا باید باشن. نگاه کنید گوشه گوشه میدان گرفتن و به راحتی توپ رو به هم دیگه میرسانن. هر چقدر در فوتسال پرسینگ بالا باشه پاس باید برسه. نگاه کنید گوشه میدان باز هم جا دارن برای دادن پاس و با وجود اینکه شریفی اسپورت خوب پرسینگ میکنه اما پیدا میکنن همدیگر. این به هر حال برمیگرده به تجربه و تمرینات منظمی که در ترکیب تیم ملی دیده تیم بازیکنان تیم وی آی پی. یک پاس داده میشه، نگاه کنید چقدر راحت با وجود پرسینگ بالای بازیکنان شریفی خیلی راحت پاسکاری میکنن و میرسانن پاسر به یک دیگه بازیکنان وی آی پی. هادی جعفری دوباره به سمت چپ. دقت بکنین به محض اینکه یک بازیکن جای خود عوض میکنه بازیکن دیگه میاد جایش پر میکنه و میچرخن. نگاه کنید خیلی راحت چقدر قشنگ این وی آی پی پاسکاری میکنه. تیم هایی که در لیگ کابل بازی میکنن و حتی قهرمان زون ها که قرار است بیان و شرکت کنن با دیدن این مسابقات خیلی میتونن از لحاظ فنی از تیم های خوبی مثل وی آی پی استفاده بکنن و میشه یاد گرفت از لحاظ فنی. یک چیز خیلی خوبی است پخش تلویزیونی این موضوعش فوق العاده میشه مثبت قلمداد کرد. نحوه حضور چینش و بازی خیلی از تیم ها یک کلاس درس برای خیلی از تیم های دیگه که میبینن، برای خیلی از جوانایی که فوتسال میکنن در جیمنازیوم ها میتونه کلاس درس باشه. زین الدین شریفی یک توپ رو با یه خیلی خوب انجام داد و در نهایت ضربه او به بیرون میره. کارنر برای شریفی اسپورت 11 دقیقه 6 ثانیه حالا دیگه شروع شد تایمر و پایان نیمه نخست این دیدار. گل زد شریفی اسپورت و ما ندیدیم. شریفی گل زد. امیدوارم تصویر رو اثر داشته باشیم و بفهم کی گل زد. بازی 2-1 شد. خب برمیگرده تیم شریفی اسپورت و حساب کار 2-1 میشه. فرصت برای بازیکن وی آی پی. یک ضربه از نوید افغان بلند زده میشه مجددا بازیکن وی آی پی در زمین خودی. فرزاد محمودی در سمت راست میدان، پاس توسط حسین خادمی. فرزاد فرصت برای بازیکن وی آی پی هست. بازیکن شریفی اسپورت توپر دور میکنند. تصویر آیسر اگر همکارانم داشته باشن که ندیدیم گل کی زد. سپاسگزاری خواهم کرد از تیم فنی. خواهیم دید. بله این صحنه است که به چه گل قشنگی هم زده جمیل نصیری. خیلی زیبا خیلی قشنگ زد گلش جمیل نصیری. حیف شد که همون لحظه ندیدیم ولی تصویر آیسش هم دیدنش خالی از لطف نیست. یک ضربه دیگه فرصت برای بازیکنان تیم وی آی پی و فرصتی که از دست میره. 2-1 هست نتیجه. وی آی پی اصلا نباید شریفی اسپورت دست کم بگیره. بازیکنان با تجربه هستن و
گفتم با سابقه های فوتبال کابل و تیم ملی هستن. بیشتر بازیکنان شریف اسپورت بازیکنان تیم ملی سابق فوتبال افغانستانن. همگی اینا با تجربه، میدان دیده، کشور دیده و خوب سهیم میفهمن فوتبال یعنی چی. حالا اینکه کمی دیگه رو به فوتبالشون رو به گروپ هست، دلیل نمیشه که اونا رو دست کم گرفت. زین‌الدین شریفی که همیان عضو تیم ملی ساحلی افغانستان هست و در لیگ برتر در فصل دوم هم دیدید چقدر خوب بازی کرد، گل‌های خوب رو تاثیرگذاری هم برای تیم شاهین آسمایی به ثمر رساند. همین بازیکن 11 زین‌الدین شریفی یه شرخه و خطا میکنن برای او، یک برخورد بین او و هادی جعفری انجام میشه که داور بازی به سود شریفی اسپورت متوقف میکنه، کارت زرد هم میده به بازیکن خطاکار تیم وی آی پی. غلام محمد صمدی داور منتظر است که بازیکن وی آی پی سرش بالا بکنه تا کارت زرد به او نشان بده. خطا هم گرفته شده و تایم اوت هم این طرف گرفته میشه. هر دو تیم استراحت میکنن، هر نیمه یک تیم میتونه یک تایم اوت و وقت استراحت داشته باشه برای لحظاتی و بعد در نیمه دوم هم همچنین هر تیم یک تایم اوت و وقت استراحت خواهد داشت. تصویر آیستر میتونیم داشته باشیم. اینجا صحنه است که زین‌الدین با هادی جعفری درگیر شد و داور خطا به سود شریفی اسپورت اعلام کرد. یک چیزی هم در مورد شریفی اسپورت خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که شریفی اسپورت یک برند تجارتی است که زمینه که صحنه گل زیبای جمیل نصیری میبینید، یک برند تجارتی است و میبینید حتی شده با ارتباطات و با دوستی یک تیم فوتبال داره، هم در یک تیم فوتسال یک تیم ساحلی. خیلی خوبه که کسانی که برند تجارتی دارن حداقل یک توجه و سرمایه گذاری روی فوتبال بکنن و خیلی خوبه. این زین‌الدین شریفی با وجودی که خودش از فوتبال با وجود تجارت شخصی بازم میاد روی فوتبال و روی ورزش سرمایه گذاری میکنه. تیمش هم یاله در لیگ کابل هم هست، در لیگ ساحلی هم هست و این اتفاق بسیار خوبی است و سایر سکتورهای خصوصی هم خیلی خوب هست که روی ورزش و فوتبال، فوتسال، ساحلی همه سرمایه گذاری بکنن و حمایت بکنن ورزشکاراره. اصلا خود شریفی اسپورت داریم میگین دیگه، تیم فکر میکنم امتیازش از خود زین‌الدین شریفی است و سرمایه گذاری خوبی کرده با وجود تمام اتفاقاتی که در این کشور رخ میده، یک کس میه و از یک برند شخصی خودش فوتبال و فوتسال حمایت میکنه که اتفاق خوبی است. امیدواریم که استمرار داشته باشه و سایر سکتورهای خصوصی هم حتی با یک بیزینس کوچکی هم که دارن یک تیم فوتبال فوتسال اسپانسر بکنن و حمایت بکنن. کارنر شده، اشتباه کرده نوید افغان و بازیکنان وی آی پی ضربه خواهند زد. پس رو به بیرون داده میشه، کاظمی به بازی برگشته، فرصت هست برای بازیکن وی آی پی. اگه گل میشد خیلی تکنیکی و قشنگ که این اتفاق رخ نداد. سید محمد هاشمی پاس داد، در حالت توپ دور کردن، دوباره بازیکن شریفی اسپورت به توپ رسیدن. سید آقا سادات، سید محمد چقدر وزنش زیاد شده. سید محمد هاشمی کلن خیلی دور بود از فوتبال، مدت زیادی بود ندیدیم سید محمد در لیگ برتر فصل نهم هم میخواست وارد میدان بشه، تریبلی هم زد سید محمد. البته خود وی آی پی هم یک برند تجارتی است که این تیم اسپانسر کرده. خیلی خوب است که در حال سکتور خصوصی در کنار بیزینسی که داره خوب یک سرمایه گذاری و توجه هم روی ورزش و فوتبال داشته باشه و فوتسال از همه مهمتر که فعلا این رقابت ها در دور نهایی لیگ کابل داره برگزار میشه. فرصت داره بازیکن شریفی، کجا زدی زین‌الدین؟ چه فرصتی از دست رفت و در دهانه دروازه توپر به بالا زد زین‌الدین شریفی. بعد از اینکه قهرمان لیگ کابل مشخص بشه، سه تیم قهرمان به لیگ ملی افغانستان میره که تقریبا 10 روز دیگه مسابقاتش برگزار میشه. 10 تیم برتر فوتسال افغانستان که از ولایات
حضور پیدا میکنن، قهرمان زون هاست. خیلی خوب است که سکتور خصوصی بیاین بعضی تیم ها اسپانسر بکنن و حمایت بکنن از قشر ورزشگاه. آقای صافی هم قبل از شروع مسابقه در گفتگو با همکارم شکیبزون گفتن که هنوز میبینید اسپانسر زیادی نیست، سکتور خصوصی خیلی علاقمندی نشان نداره، هرچند صحبت هایی شده. امیدوارم در پایان لیگ کابل در رقابت لیگ فوتسال افغانستان دیگه شاید برندهای تجاری و سکتور خصوصی در قسمت تبلیغات اسپانسر هم برای تلویزیون آریانا و هم برای لیگ فوتسال باشه، چیزی که معموله در دنیا. یک حرکت از بازیکنان شریفی اسپورت و در نهایت دروازه‌بان وی آی پی به توپ میرسه، فرزاد محمودی. سعید محمد هاشمی در مقابلش هست، یک ضربه است فرزاد محمودی با پای چپ. در لیگ لبنان هم بازی کرد فرزاد محمودی، از فوتسالیست لیژیونر تیم ملی ماست بعد از درخششش در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا. یک بار دیگه حرکت اشتباه از بازیکنان شریف اسپورت. خب توپر گرفتن بازیکنان وی آی پی اما نتونستن به خوبی استفاده کنن. فرزاد محمودی یک پاس، پاسه خوب میدن بازیکنان وی آی پی و خوب همدیگر پیدا میکنن. یک حرکت دیگه سید آقا سادات، بازیکن تکنیکی شریف اسپورت، ضربه میزنه و توپی که به کورنر رفته. بریالی یوسفی ضربه خواهد زد، مجددن نمبر 3 سید آقا، ببخشید نمبر 3 جمیل نصیری است که در خط دفاع به توپ رسید. یک حرکت دریبل دو طرفه و بی حاصل فرید بختیار. دوباره تایم اوت اعلام میشه، 6 دقیقه تا پایان نیمه اول این دیدار به صورت مستقیم شما بینندگان گرامی از طریق شبکه جهانی آریانا این مسابقه را تماشا میکنید. رقابتی که از جیمنازیوم ملی فدراسیون فوتبال افغانستان تقدیمتان میشه. امیدوار هستم که لذت ببرید از رقابت ها، کیفیت نشراتی و همینجا هم خسته نباشید عرض میکنم به تمام همکارانم در اینجا جیمنازیوم فدراسیون و مستقر در استیشن مرکزی تلویزیون آریانا که با یک تیم حرفه‌ای و کاملاً متعهد این رقابت‌ها و همین کیفیتی که می‌بینید تقدیم شما بینندگان عزیز می‌کنند که در سراسر دنیا دارید از کابل آگاه می‌شوید و رقابت‌های فوتسال تماشا می‌کنید. صفحات اجتماعی ما هم فعال هست، آریانا اسپورت و کانال یوتیوب شبکه آریانا این رقابت‌ها داره پخش می‌کنه و خیلی‌ها دقیقاً از طریق سوشال میدیا دارن ما دنبال میکنن که خدمت تک تک این دوستان هم سلام و وقت بخیری عرض میکنم. صفحه آریانا اسپورت در فیسبوک و همچنین کانال یوتیوب شبکه آریانا داره این رقابت ها رو در صفحات اجتماعی هم پخش میکنه. تکرار میکنم که بعد از پایان لیگ کابل که سه تیم برترش به لیگ ملی خواهند رفت، رقابت لیگ ملی فوتسال افغانستان هم پخش میشه. فعلا ما درگیر KFL هستیم، AFL افغانستان فوتسال لیگ، با حضور 3 تیم کابل، 2 تیم هرات و 5 تیم از ولایات. قهرمان زون ها می آیند و یک تورنمنت جذاب ملی در همین جیمنازیوم برگزار می کنند که قهرمانش هم میشه بیرقدار ما در رقابت های آسیایی و از این خبر بهتر دیگه واقعا چیزی نمیشه گفت که فوتسال ما سرانجام دیگه در جام باشگاه آسیا نماینده خواهد داشت. فرزاد محمودی یک پاس رو به بیرون، فرصت برای بازیکنان وی آی پی، اشتباه دوباره بازیکنان شریفی اسپورت، برمیگردن در دفاع اما ضربه دقیق نیست و در نهایت توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. بازیکنان شریفی در زمین وی آی پی، باپور دیگه این طرف کازیمی
هادی جعفری دیروز هم خدمتتان عرض کردم چند تا تیم خوب داریم در این رقابت ها، تیم هایی که بازیکنان خوبی دارن و شانس قهرمانی دارن. صداقت دیروز خیلی خوب بازی کرد، سنایی فوق‌العاده بود، واقعا یک ضربه زده میشه و توپ هم به بیرون میره. تیم پیشتاز با هدایت سرمربی تیم ملی عبدالرزاق ممرک دیروز 5 تا به تاها زد. وی آی پی هم از جمله تیم های خوبه این تورنمنت هست. فکر میکنم به یک دیدار کلاسیک، به 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 این میگن گول. چه گولی، چقدر قشنگ زد ضربه خودشه. علیرضا نمبر 11 وی آی پی یک گل شیک که وارد دروازه شریفی اسپورت کرد. تصویر رو استش قطعا باید ببینیم که اگر نبینیم خیلی حیف هست. روی همکاری و یک تکنیک فوق العاده بالا دروازه باز شد. حساب کار 3-1 به سود وی آی پی. داشتم میگفتم بازی وی آی پی و صداقت فوق العاده جذاب، دقیقاً میتونیم بگیم تقابل تیم ملی فوتبال تیم ملی فوتسال هست، یعنی ستاره های تیم ملی. این صحنه گل هست، نگاه کنید فرزاد محمودی به زیبایی پیدا میکنه و علیرضا هم به زیبایی دیگه دروازه باز. از این نما تماشا کنید، خیلی راحت هم دیگر پیدا میکنن و فاکت بسیار مهم تیم وی آی پی همین مسئله است، جایگیری مناسب و پاسهای صحیح و رد و بدل کردنش خیلی مهم است در فوتسال که دارن این کار به خوبی انجام میدن. دلیلش هم واضح است که چرا این کار میتونن به خوبی انجام بدن. ملی پوشن و تجربه بین المللی دارن. زین الدین شریفی، همین را اگه برعکس بکنیم، همین مسابقه وی آی پی و تیم شریفی اسپورت ببریم داخل چمن، مطمئن باشین وی آی پی میبازه. اینجا باز بحث فوتبال هست. فرزاد محمودی باز داده میشه، دو به عقب کار میکنن بازیکنان وی آی پی. یک توپ روبایی برای لحظاتی از زین الدین شریفی، کنترل در جناح چپ میدان، یک فرصت هست برای بازیکنان وی آی پی. ببینیم با این توپ چه میکنن، ضربه هم میزنن، هنوز موقعیت دارن بازیکنان وی آی پی. اکثر بس راه دور از فرزاد محمودی که توپ کارنر رفته. حسین خادمی ضربه خواهد زد، گل قشنگ وی آی پی باز هم از این نما میبینیم با هم. سه تا خطا وی آی پی انجام داده، یک خطا شریفی اسپورت. یک حرکت از بازیکنان وی آی پی انجام میشه، مرتضی حیدری پاس داده میشه، پاس خوبی نبود، هنوز فرصت هست. فرزاد محمودی درگیر هست با جمیل نصیری، زین الدین شریفی، کپتان شریفی حرکت میکنه، خود زین الدین و توپامور تچ میکنه مرتضی حیدری. جمیل نصیری ضربه آرامه که در اختیار دروازه‌بان قرار میگیره. این طرف یک ضربه دیگه، نوید افغان بودش از دروازه و توپی که اینجا برخورد میکنه به اتاق ما. یک بار دیگه حرکت از بازیکنان تیم وی آی پی. دقایق کمی به پایان نیمه نخست این دیدار باقی مانده. 3-1 تیم وی آی پی تیم پیروز میدان هست و برنده هست با حساب 3-1 پیروز میدان در نیمه نخست است. کمتر از 2 دقیقه تا پایان نیمه نخست. سید محمد هاشمی خود سید محمد، سید آقا سادات، سید محمد هاشمی پاس بده سید محمدی کارا رو نکن. دوانه دروازه و توپ بیرون میره.
سعید محمد هاشمی فقط تجربه اش است که داره جواب میده. این وزنش کاملا غیر استاندارد شده دیگه برای فوتبال و فوتسال، باید شدیداً به تمرینات برگرده و دوباره وزنش استاندارد کنه و دوباره بشه سعید محمد همیشگی. از یاد نبریم که فوق‌العاده بود دیگه، در زمان خودش در وقت خودش بهترین مدافع آخر فوتبال ما بود، کپتان تیم ملی امید ما، در تیم ملی الف ما خیلی خوب بود دیگه. واقعا سعید محمد در خط دفاع فوتبال افغانستان در زمانی بیجوره بود، حالا دیگه وزنش هنوز سنش سنی نیست که بگیم فوتبالش تمام شده، فقط وزنش کمی بالا رفته. اگر اضافه وزنش از بین ببره و مثل خیلی های دیگه از شنبه میخوان شروع کنن او هم شروع کنه، دیگه دوباره به فیکسش برخواهد گشت. یک ضربه دیگه از بازیکنان وی آی پی، زین الدین شریفی بعد پاس بده، زین الدین پاس نداد و فرصت از دست رفت برای بازیکنان شریفی اسپورت. بازی رو آغاز میکنه یاسین جعفری، هادیه ببخشید نمبر 8 بود که پاس داد، بله خودش بود، هادی جعفری، حسین خادمی، دوباره هادی خادمی، کارتونبال میشه توسط خادمی، جعفری مجردن بازیکنان وی آی پی دارن حفظ توپ میکنن که این 30 ثانیه باقی مانده هم تمام بشه و پیروز برختکن برن. اشتباه و توپ از خط گذشت، اوت به نفع شریفی اسپورت. بیست ثانیه تا پایان، یک ضربه از نوید افغان، توپ بیرون رفت، دوباره پرتاب دستی بلند و این طرف دوباره توپ بیرون میره. بیست ثانیه و سه صدم ثانیه تا پایان نیمه نخست این دیدار، زمانی که توپ استارت شده تایمر هم استارت میشه در قانون فوتسال. سعید محمد هاشمی چقدر خوب از بین دو بازیکن، اما ضربه خطرناک حسین خادمی زد. 9 ثانیه تا پایان، فرصت هست برای بازیکن وی آی پی و این طرف توپی که به بیرون میره. دوستان بازی بعدی ما بازی بسیار خوبی خواهد بود، میتونه بسیار جذاب باشه برای تماشاگرها، حتما بازی عزیز نتین، بازی بسیار خوبی خواهد بود، رقابت ظاهر اسد و اینجا هم بیسال پایان نیمه نخست و تمام شد. ظاهر اسد و شهید نسیم بازی میکنن ساعت 11:45 بعد از این دیدار. خیلی سپاسگزار، پایان نیمه اول با برتری 3-1 تیم وی آی پی. به پخش خواهیم رفت، وقفه خواهیم گرفت، مجدداً همکارانم به شما اضافه خواهند شد. وقفه. دوباره خوش آمدین. مسابقات لیگ فوتسال کابل است و تشکر از همکار ما فیروزجان معشوف و شما بیننده و گونه زنده و مستقیم هستین که بازی را شاهد بودین. نیمه اول به پایان رسید، وی آی پی 3 در مقابل شریف سپورت 1، یعنی 1-3 بازی نیمه اولش به پایان رسید. مهمان ویژه داریم، شما هم با ما همراه باشین ببینیم دیدگاه مهمان ویژه ما در رابطه با برگزاری مسابقات لیگ فوتسال کابل از طریق شبکه جهانی آریانا چی است. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به افغانستان. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون آریانا. سلامت باشید. خوب است که خودتون خدا بیشتر معرفی بکنید که هم علاقمندای ورزش بدانن و بفهمن. من حنیف عربزاده هستم، نماینده فدراسیون فوتبال افغانستان در ایران در بخش کمیته بانوان. بسیار خوب، برگزاری مسابقات لیگ فوتسال کابل از طریق تلویزیون جهانی آریانا به گونه زنده و مستقیم و دیدگاه شما چقدر تاثیرات خوب داشت و ایده‌ها و مفکوره شما چی است؟
صد فیصد رسانه در بخش استعدادیابی و درخشش پتانسیل‌های خوب ورزشی تاثیرگذار است و تشکر میکنم از اینکه آریانا واقعا تانست در کنار فدراسیون فوتبال باشه و این استعدادها رو به نمایش بذاره و مطمئناً بعد از اینکه استاد صافی محترم اومدن در فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال یک صفحه جدیدی از فوتسال راه اندازی شد و امروز که مشاهده مسابقات هستیم من بسیار خوش هستم من حیث مسئول بانوان امیدوار هستم که سالهای آتی در بخش ورزش بانوان هم امرقم برنامه ریزی شود و تلویزیون آریانا حمایت کنه انشالله فعالیتتون در کشور همسایه چگونه هست؟ ما حدود 25 تا تیم فوتسال بانوان داریم که بین اونا یک تیم منتخب جور کردیم و لیگ کشوری گرفتیم لیگ امتیاز لیگ کشوری دست دوم ایران به نام آریانا و ایره و شما تبریک میگم شکر. و از همین جهت تلویزیون آریانا خواهش میکنم که انشالله در کنار تیم آریانا باشه برای نشراتش و استعدادهای خوب دخترای ما که انشالله انقریب بتانن در کنار تیم ملی فوتسال افغانستان حمایت کنندی خوب باشن انشالله که هستن تشکر از شما موفق و سربلند باشین زنده باشین تشکر از شما و تلویزیون آریانا و تمام مسئولین فدراسیون فوتبال که ما و شما و همه مهاجرین حمایت میکنن ما در خدمت هستیم. خب بیننده‌های عزیز در این قسمت باز هم لحظات برتر نیمه اول هم می‌بینیم دوباره برمیگردیم. نیمه دوم آغاز میشه شریف سپور در مقابل وی آی پی شما و همکار بسیار خوبم فیروز معشوف بیننده نیمه دوم مسابقات لیگ فوتسال کابل باشین سلام و مجدد خدمت شما بینندگان عزیز از این لحظه بریم به نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتسال وی آی پی و شریفی اسپورت مسابقه‌ای که در نیمه نخست با برتری 3-1 تیم وی آی پی به کار خود پایان داد حالا بعد ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد در نیمه اول خدمتتون عرض کردم که اینجا به شکلی میتونیم بگیم تقابل فوتبال و فوتسال هست تقابلی که خیلی جذاب هم میتونه باشه بازیکنان شریفی اسپورت بیشترشون بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان هن بیشترشون بازیکنان تیم شاهین آسمایی هن که همین چند پیش قهرمان لیگ افغانستان لیگ برتر فوتبال کشور شدن و این طرف وی آی پی 6 بازیکن تیم ملی رو داره بازیکنان جوان و فوق العاده خوب که همگیشان میدان دیده و با تجربه آسیایی و این رقابت ها آمدن و از لحاظ فنی هم بهتر از شریفی اسپورت بازی کردن اما خب شریفی اسپورت تیم با تجربه است و بازیکنانش هرچند در فوتسال خیلی تجربه ندارن اما خب بازیکنان میدان دیده این و تفاوت فوتسال و فوتبال خیلی زیاد هست در مسابقه حرفه‌ای دیده خواهد شد جمیل نصیری ضربه خواهد زد سعید محمد هاشمی دوباره نصیری حرکت از جناح چپ میدان میگرم تو به بازیکن وی آی پی
حرکت ادامه داره در خط دفاع بازیکنان شریف اسپورت. یک پاس داده میشه برای سید محمد هاشمی و میگیرن توپ بازیکن وی آی پی. دروازه‌بان خودش رو چینج کرده وی آی پی. خادمی، هادی جعفری، فرزاد محمودی بازیکن خوبه وی آی پی است. دوباره خادمی، یک بار دیگه در مرکز زمین تیم شریفی اسپورت. خطا اعلام شده بازیکنان وی آی پی. خطا به سود این تیم هست. ضربه زده خواهد شد. فرصت هست. حسین رضایی کوتاه کار میکنن و داره بازی متوقف میکنه و خطا اعلام کرد. جمیل نصیری یک بار دیگه حرکت است. بازیکنان شریفی اسپورت میگیرن بازیکنان وی آی پی. یک ضربه دیگه جمیل نصیری اجازه نمیده. فرصت هست برای شریفی اسپورت. فضای خوبی دارن. 3 در مقابل 2. چرا پاس نداد جمیل نصیری به سعید محمد هاشمی؟ بهتر میتونستن استفاده کنن از این موقعیت اما قدرش ندانستن. هنوز موقعیت دارن بازیکنان شریفی اسپورت. زین‌الدین شریفی در این دقایق بیرون هست و روی نیمکت نشسته. بازیکن سرعتی خوبی است و میتونه با بازی سرعت بخشه. جمیل نصیری هم خوب در دفاع جمع کرده تو به اینجا تیمه. اما خوبم بازیکنان وی آی پی انصافا خیلی ریزنقش تکنیکی و جوانترن نسبت به بعضی بازیکن شریفی اسپورت. سعید محمد مقابل فرزاد محمودی مجدداً در سمت چپ میدان. خود فرزاد، هادی جعفری، کاظمی میگیرن توپ بازیکن شریفی اسپورت. ببینیم با این توپ چه میکنه. فرصت خیلی خوب برای باز کردن دروازه. چیکار داره میکنه بازیکن شریفی؟ عجب حرکت جالبی بود. همگیر دریبل کرد در آخرین لحظه هم توپ به او رسید. چی شد؟ مقصد بازی رو داور متوقف کرد. خطای سعید محمد هاشمی فکر میکنم اعلام شد. یک بار دیگه این طرف حرکت است. فرزاد محمودی وی آی پی کیپرش چینج کرده و سلطان نمازی وارد میدان شده. یاسین حال فعلا یاسین جعفری وارد میدان شده و سلطان نمازی بیرون رفته. هر دو تا هم کیپرهای تیم ملی فوتسال کشور ما هستن. این صحنه فرصت سوزی بازیکنان شریفی اسپورت بود که به این شکل فرصت از دست دادن. محسن رضایی، فرزاد محمودی پاواز میکنه بازیکن تکنیکی وی آی پی. کاظمی یک حرکت خوب اضافه میشن و در نمین خواستم خدمتتون گفتم خوب هم دیگر پیدا میکنن بازیکنان وی آی پی. در لحظه جا به جا میشن و خیلی زود هم دیگر پیدا میکنن و فقط شریفی اسپورت تجربهش هست که کم گل خورده. حسین خادمی، دوباره فرزاد محمودی با پای چپ یک ضربه رو میزنه که البته داخل چارچوب نیست و توپ نوید افغانی نمیرسه. یک اشتباه
کاظمی فرصت برای بازیکنان وی آی پی هست و میگیرن تو بازیکنان شریف اسپور. چه حرکتی که سید محمد هاشمی و پاس تکنیکی او سرعت بالایی داشت، در نهایت نرسید به نمبر 14 بریاله یوسفی. کاظمی، محمودی، یک بار دیگه حرکت اشتباه از بازیکنان تیم جفی اسپورت. گل چهارم روی اشتباه به ثمر میرسه. نباید دیگر هم اجازه بدن و فرصت بدن به بازیکنان وی آی پی. مهدی رضایی دروازه رو باز کرد، کاری از دست نوید افغان هم ساخته نبود و انقدر ضربه رو محکم زد که نتونست نوید افغان کاری انجام بده. حساب کار 4-1 میشه به سود تیم وی آی پی. ببینیم صحنه، اینجا اشتباه، سید محمد هاشمی پاس گل داد به حریف و در نهایت هم دروازه باز شد. اینم خدمتتون عرض بکنم، سید محمد هاشمی آقای صافی مسئول کمیته فوتسال میگن که در سال 2013 در کنار زین الدین شریفی جفتشان عضو سابق تیم ملی فوتسال افغانستان بودند در سال 2013 و در رقابت‌های آسیایی کره شرکت کردند و کاملا میگم من در نیمه نخست هم گفتم بک‌گراند خوبی دارن بیشتر بازیکن‌های شریفی، مخصوصا همین بازیکن پا به توپ سید محمد هاشمی که عضو تیم ملی فوتسال بوده، کپتان تیم ملی امید ما بوده، در تیم ملی الف بازی کرده. خیر از کال کمی وزنش بالا رفته ولی از بک‌گراند و مشخصه سابقش نمیشه گذشت. ان شاءالله که کمی وزن کم بکنه و دوباره برگرده سید محمد هاشمی به روزهای خوب و فوتبال و فوتسالش. یک بار دیگه حرکت میخواد بره بازیکن شریفی، کم شوت میزنن بازیکنان شریفی و اینجا هم موقعیت از دست رفت. یک بار دیگه یاسین جعفری بازی رو آغاز میکنه. بازم صحنه اشتباه سید محمد هاشمی میبینیم، پاسش نرسید به جمیل نصیری و فرصت طلبی مهدی رضایی دبل کرد. مهدی رضایی گل دومشه، مهدی در این دیدار به ثمر رساند. یک دریبل سرپای خوب از بازیکن شریفی، زین الدین هم به میدان میای با پای چپ و توپی که به بیرون زده شد. یاسین جعفری اجازه نداد. خطا به سود شریفی اسپورت اعلام میشه. زین‌الدین شریفی پشت توپ پس ضربه خطا برای بازیکنان شریفی اسپورت میزنه. خوبم زد ضربه زین‌الدین. کاظمی هنوز فرصت داره، بازیکنان شریفی اسپورت باید بیشتر شوت بزنن و وقتی هم ندارن دیگه، 4 خوردن، یکی زدن، 3 پسن، باید شوت بزنن و تلاش کنن که حمله بکنن به دروازه حریف. نمیشه که خیلی هم در دفاع باشند و فقط ضد حمله بزنن روی دروازه حریف. یه خطا به روی سید آقا سادات اعلام میشه. جمیل نصیری بازی شروع میکنه مجددا. دوباره خود جمیل، سید آقا، جمیل از این طرف، نمبر 6 فرید بختیار. فرصت برای بازیکن شریفی اسپورت، مجددا بازیکن وی آی پی به توپ میرسن. محسن رضایی، فرزاد محمودی در جناح راست میدان، یک ضربه خوب دوباره زده میشه این طرف و شوت علیرضا به آوت رفت. مجددا بازیکنان وی آی پی با ضربه سر، فرزاد محمودی توپر
به آوت روانه میکنه. بعد از پایان این دیدار طبق برنامه ساعت 11:45 دقیقه قبل از ظهر مسابقه تیم های شهید نسیم و حریفش برگزار خواهد شد. اون مسابقه هم بیننده باشید. امیدواریم که دو بازی هم مثل همین دیدار جذاب دنبال شده. ظاهر اسد و شهید نسیم با هم بازی میکنن. محسن رضایی و پاس برای همتیمی دوباره رضایی مهدی رضایی فرزاد عبور میکنه فرزاد پاسه رو به بیرون موقعیت و خیلی راحت گل پنجم برای وی آی پی به ثمر میرسه. باز هم علیرضا نمبر 11 دروازه رو باز کرد. روی حرکت تاکتیکی و تیمی رساندن و در متن حرکت هم فرزاد محمودی بود. نگاه کنید از همین جا حرکت انجام داد، پاس رو به بیرون، ضربه و در نهایت هم علیرضا با جایگیری خوبش دروازه رو باز کرد. بسیار مهم هست جایگیری بازیکن‌ها در نقاط مختلف میدان در فوتسال که وی آی پی کار خیلی خوب انجام میده. حتی میتونیم بگیم از تیم صداقت هم این کار بهتر انجام داد. البته اینم بگم دیروز درسته که صداقت بازیکن تیم ملی با خودش داره، تیم صنایع خیلی خوب بازی کرد و آزار داد تیم پرمهره صداقته. زین الدین شریفی، خود زینی ضربه میزنه به تیرک دروازه، توپش برخورد میکنه، توپ تیر دروازه خورد و راهی به دروازه پیدا نمیکنه. همینطور کپتان زین الدین شریفی. یک فرصت برای بازیکن وی آی پی جمیل لشدیری، توپ میخوره به بازیکن خودی و نوید افغان به توپ میرسه. دوباره زین الدین میرسه دوباره به توپ، یک پاس نسبتا خوب داد اما بی‌حاصل و بی‌مقصد پاس داده شد. رقابت‌های دور نهایی لیگ فوتسال شهر کابل این طرف یک بار دیگه گل. گل برای بازیکنان وی آی پی به ثمر میرسه. نمبر 12 مهدی رضایی هتریک کرد. این سومین گلش هست در این مسابقه. گل ششم برای وی آی پی. 6-1 برای وی آی پی هست. فرزاد محمودی آغازگر بازی خواهد بود. یک بار دیگه این طرف رو به بیرون زین الدین شریفی. صحنه آیسر با هم ببینیم. پاس قشنگی داد و این ضربه تمام کننده خیلی خوب بود. گل وی آی پی انصافا تمام گلهایشان گله خوبی بود. سعید محمد هاشمی، جمیل نصیری تو به بیرون رفت. کمتر از 10 دقیقه تا پایان نیمه اول این دیدار، نیمه دوم و پایان این دیدار زمان باقی است. سعید محمد هاشمی یک بار دیگه حرکت، اینجا ضربه زین الدین شریفی و توپه که به بیرون میره. دوباره سعید محمد هاشمی. فرصت هست برای بازیکن وی آی پی. فرزاد محمودی مقابلش سعید محمد هست. خود فرزاد بوپو چپ، به به، به این میگن گل. خیلی قشنگ عبور کرد از همه بازیکنان، مخصوصا سعید محمد هاشمی با پای چپ به زیبایی دروازه رو باز میکنه. فرزاد محمودی 7-1
به سود وی آی پی. گلباران کرد تیم شریف اسپورت وی آی پی. بازیکنان پرنام و نشان این تیمر. زین الدین شریفی یک بار دیگه حرکت. فرصت هست برای زین الدین، خودش تک و تنها. توپ از دست نمیده تیم شریفی اسپورت. نوید افغان با تک خودش بس توپ میرسه. جمیل نصیری. انصافا بازی سخت شریفی اسپورت هست. خب بعد حال بعد ببینیم که در دو بازی بعدی خودش چه خواهد کرد در این گروه. اگه بازی دوم برم به بازی دیگه شانس صعود نداره. شریفی اسپورت وی آی پی تیم خوبی است، تیم مدعی قهرمانی است و شریفی باید در مقابل تیم های ظاهر اسد و شهید نسیم امتیاز بگیره تا بتونه شانس صعود افزایش بده. این شوت قشنگ فرزاد محمودی است که موفق شد دروازه رو باز بکنه. یک بار دیگه ضد حمله برای بازیکنان وی آی پی. یاسین جعفری از این نوا هم گل قشنگ فرزاد محمودی میبینیم با هم. خیلی پیش خوش آتیه فوتسال کشور ما. یک حرکت مجردن سعید محمد هاشمی، جمیل نصیری، دوباره خود سعید محمد، جمیل کماکان حرکت میکنن بازیکنان شریفی اسپورت. زین الدین توپ اگر از دست بده کارش فوق‌العاده سخت خواهد شد و قطعا شریفی گل هشتم هم خواهد خورد. پرگلترین بازی بوده تا به اینجای کار. در مجموع 8 گل رد و بدل شده. دیروز 7 گل رد و بدل شد میانه صداقت و صنایعی. بازی 4-3 شد. پیشتازان هم که 5 تا زد. پرگلترین بازی همین مسابقه بوده. فرزاد یک پاس کوتاه برای محمد امین عزیزی که خیلی کم به میدان آمد در این دیدار. حالا نوید افغان. کمتر از 7 دقیقه تا پایان مسابقه. دوباره تعویض و تغییر در شریفی اسپورت. تعویض‌ها آزاده و بازیکن‌ها راحت میتونن جای خود را چنج بکنن. جمیل نصیری. دوباره بازیکنان وی آی پی به توپ میرسن. فرزاد محمودی یک پاس فرصت و نرسید توپ. یاسین جعفری بازی را آغاز میکنه. فرصت هست برای بازیکن وی آی پی. مجددن قطع ارتباط. یک بار دیگه این طرف یک حرکت دیگه. فرصت برای گل بعدی. خیلی راحت فرزاد محمودی گل شماره 8 برای تیم فوتسال وی آی پی. وی آی پی 8 شریفی اسپورت 1. چینج میکنه خودش فرزاد محمودی. نمبر 3 میخواست وارد میدان بشه که نیامد. چرا؟ چون تایم اوت گرفته شد. شوایی به خلاقی، نمیفهم اخلاقی است یا خلاقی، به هر حال الف نداره پس خلاقی بعد خواندشه، وارد میدان خواهد شد و تایم اوت گرفته میشه. 8-1 به سود وی آی پی. زین الدین شریفی فکری بعد به حال تیمش بکنه برای کم گل نخوردن. به هر حال در نیمه دوم افت کرد و کاملا به هم ریخت. در واقع میتونیم بگیم وی آی پی خیلی دیگه با بازی آمد و اجازه نداد که بازیکنان شریفی اسپورت خودشان پیدا بکنن، چون نیمه اول شریفی بد کار نکرد، یک گل هم زد، اما نیمه دوم دیگه افت کرد. خب تایم تمام شده، بازی باید آغاز بشه. در ادامه صحنه های اثر با هم ملاحظه میکنید. این صحنه خطایی است که انجام شد روی سید آقا سادات بازیکن شریفی اسپورت.
خب گل هشتم ثبت شده و جمیل نصیری صاحب توپ هست. نوید افغان کیپر شریفی اسپورت، پرتاب بلند و در نهایت بیاسل. جمیل نصیری، سعید محمد هاشمی. یک بار دیگه طرف حرکتی که انجام میشه، فرصت هست. محمد هاشمی با پای چپ ضربه‌ای که میزنه و در نهایت راهی به دروازه پیدا نکرد شوت سعید محمد هاشمی. دوباره در زمین خودی حرکت از بازیکن وی آی پی مرتضی حیدری، اشتباه جمیل نصیری، فرصت برای گل اما نشد. هنوز جمیل داره با جنگندگی ادامه میده فرصت و حال دیگه گل برای تیم شریفی اسپورت به ثمر میرسه. یکی دیگه از گلای خوردر جبران میکنه سعید آقا سادات، موفق شد دروازه رو باز کنه. همین چهره نمبر 10، گل شماره 2 برای شریفی اسپورت. یک بار دیگه این طرف حرکت از بازیکنان وی آی پی، فرصت برای گل نهم دارن، ضربه‌ای که نشد که بزنن. هنوز موقعیت هست، ببینیم با این توپ چه میکنن. بله، گل نهم برای تیم وی آی پی زده میشه. نمبر 6 حسین خادمی حساب کار 9-2 میکنه. حالا تیم شریفی اسپورت در آستانه دو رقمی شدن هست و شکست فوق العاده سنگینه شریفی مقابل وی آی پی به هم ریخته تیم شریفی اسپورت. روحیه هم نمیمونه با این اختلاف و با این تفاوت گل. انصافا هم باید چنین باشه، اصلا نمیشه وی آی پی با شریفی اسپورت مقایسه کرد. بازیکنان با تجربه شریفی یک طرف، بیشتر بازیکنان وی آی پی اصلا همه‌شون ملی پوشن، فوتسالین. وی‌آی‌پی یکی از مدعیان قهرمانی است. جمیل نصیری نقش بر زمین کردن و داورم بازی رو متوقف کرده. یک بار دیگه این طرف صحنه گلر با هم ببینیم. کار خوب جمیل نصیری بود، در واقع با جنگندگی توپ حفظ کرد، اجازه نداد که توپ بگیرن، از دست نداد و در نهایت هم گل به ثمر رسید و بعدش هم که گل دریافت کرد تیم شریفی اسپورت. 4:36 تا پایان این دیدار زمان باقی است و قطعا شریفی آرزو میکنه که زودتر بازی تمام بشه تا بیشتر از این دیگه گل نخوره این تیم. مرتضی حیدری یک پاس، فرصت و این هم گل دهم. چقدر قشنگ این گل به ثمر رسید، چقدر راحت خود پیدا میکنن. حسین خادمی دروازه رو باز کرد، 10-2 به سود وی آی پی. شکست سنگین نیست برای شریفی اسپورت. زین الدین شریفی، سعید محمد هاشمی، یک بار دیگه این طرف یک حرکت، فرصت برای بازیکن شریفی و ضربه‌ای که به بیرون میره. یک بار دیگه زنه گل با هم ببینیم. مجددن حرکت از بازیکنان شریفی، یک ضربه دیگه و یاسل توپ بیرون میره. آغازگر بازی یاسین جعفری است،
ستاره تیم وی آی پی نمبر 6 حسین خادمی. سه بازیکنشون خیلی خوب بازی کردن، حسین خادمی، فرزاد محمودی و محسن رضایی بازیکن خوبه وی آی پی بودن. خطا به سود بازیکنان شریفی اسپورت. خود زین الدین شریفی هم پشت توپ قرار گرفته، سید محمد هاشمی هم کنارش هست، ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد. ضربه سید محمد میزنه و در نهایت هم فرصت از دست رفت. نوید افغان یک ضربه و بسیار بالا، با اختلاف زیادی توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. مجدداً یک حرکت از محسن رضایی و توپی که این طرف به آوت میره. فرصت هست برای بازیکن وی آی پی کماکان سید محمد هاشمی. کمتر از 3 دقیقه تا پایان. 3 دقیقه در فوتسال خیلی زیاد هست و گل‌های زیادی میشه زد در همین 3 دقیقه. یک ضربه دیگه و توپی که به آوت رفت. خود زین الدین توپ کاشته میشه برای یک بار دیگه این طرف. ضربه خطر بازیکن شریفی اسپورت بعد بزنن، فرصت دارن، ببینیم چگونه استفاده میکنه. زین الدین شریفی محکم میزنه اما دقیق نمیزنه. آغازگر بازی یاسین جعفری، علی رضا، حرکت از محمد امین عزیزی. بسیار از بازیکنان خوب خودش وی آی پی نشانده روی نیمکت در این لحظات. خانواده زین الدین شریفی هستن، همسرش و فرزندش که در لیگ برتر هم حضور داشتن در استادیوم فدراسیون فوتبال. همیشه حامی زین الدین هست همسرش و فرزندش. بازیکن فوق العاده خوش اخلاقی است زین الدین شریفی. یک فرصت اما تیمش بد رقم امروز شکست خورد در این رقابت. 10-2 نتیجه به سود وی آی پی است. فرصت هست برای بازیکنان تیم شریفی. خود زین الدین یک بار دیگه این طرف حرکت. اینم تماشاگران حاضر در جیمنازیوم فدراسیون فوتبال کشور. تشکر از تیم تکنیکی که سرانجام از آدینس و تماشاگران هم به تصویر کشیدن. تماشاگر داره ما اینجا، چون او بر قسمت نیمکت هاست جیمنازیوم خالی نیست، تماشاگر هست این طرف نشسته و بازی رو از نزدیک تماشا میکنن. در قسمت وی آی پی هم قطعا مهمانانی حضور دارن که میشه همکاران رو به تصویر بکشن. 1 دقیقه تا پایان این مسابقه. یک حرکت، فرصت داره بازیکن وی آی پی کماکان، موقعیت داره عزیزی رو به بیرون و اینجا فرصتی که از دست میره در نهایت. زین الدین شریفی، زین الدین شریفی و میگیره توپ رو یاسین جعفری. یک چیز جالبم برام میگفتن، سرمربی تیم شریفی اسپورت هم که از پیشکسوت‌های فوتبال کشورن، آقای محمدی، پدرخانم
زینالدین شریفی که خانمش هم یک خانواده کاملا ورزشی و فوتبالی و فوتسالی فوق العاده اند دیگه از این لحاظ. و خانم زینالدین هم مسئول تیم بانوان شریفی اسپورت. میگم همه چی تمامن، این خانواده کاملا فوتبالی و ورزشی. و آقای محمدی رو هم عرض بکنم که از پیشکسوت‌های فوتبال کشورن و پسرش هم رضا محمدی داور بین‌المللی فوتبال افغانستانه. یک خانواده کاملا ورزشی و فوتبالی هستن خانواده شریفی و محمدی. 7 ثانیه تا پایان موقعیت برای بازیکنان شریفی اسپورت. میشد که یکی دیگر هم بزنن که نشد و تمام هست. بیسال پایان این مسابقه، پیروزی درخشان، پرگل، قاطعانه و بسیار خوب و ارزشمند تیم وی آی پی برابر شریفی اسپورت. 10-2 فوتسال فوتبال شکست داد. سپاسگزاریم. میریم به پخش، وقفه خواهیم گرفت، همکاران هم دوباره در خدمت شما عزیزان خواهند بود و بعدش هم جدال ظاهر اسد و شهید نسیم تقدیمتان خواهیم کرد. با ما کماکان از طریق شبکه تلویزیونی آریانا همراه باشید. جدول مسابقات را هم در تصویر ملاحظه می‌کنید.